سفر شهروندان شیعه آمریکا به کشور عراق تسهیل شد همانطور که در بخش‌های پیشین خبری به اطلاع شما حسینیان رسید طی های انجام شده از سوی سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایسواچ سفر شهروندان آمریکایی شیعه مذهب از این کشور به عراق جهت شرکت در زیارت اربعین حسینی آسانتر شد در همین راستا تماسی تلفنی با مدیر شیعه رایسواچ برقرار نمودیم آقای آکبند لطفا در این باره بیشتر توضیح بدید خدمت شما عرض بکنم در مورد این جلسه که انجام شد و در مورد قرارهایی که گرفته شد در این جلسه این جلسه از نوعی برای خودش اولین بار بود و خیلی تازه بود که انجام می شد مؤسسات شیعه بنابر درخواست هایی که مؤسسات قبلی کرده بودند و تسهیلاتی رو دولت آمریکا و وزارت خارجه آمریکا برای اشخاصی که برای حج میرفتن برای حج مشرف میشدن داشت این درخواست رو ما کردیم که بتونیم تسهیلات خاصی رو برای زوار اربعین هم انجام بدیم تعداد اشخاصی که الان از کشور خارجی به زیارت کربلای معلا میرن و مشرف میشن به کربلا داره هر روز به روز زیادتر میشه الان آمار دقیقی نداریم از اینکه چند نفر دارن میرن از آمریکا اما آمار حدودی که وجود داره بین اینی که 16 تا 20 هزار نفر بر کاروانهایی هایی که ما میدونیم و باهاشون ارتباط داریم دارن مسافر برای زر... زیارت اربعین میبرن این آمار دقیق نیست به خاطر اینکه خیلی از گروه های کوچکتر هست و خاص نه... تک نفری هست که میرن برای زیارت اربعین اما این مهم بود برای ما که وزارت خارجه آمریکا و مسئولین فرودگاه ها بتونن وز سفارت آمریکا در بغداد بتونه تسهیلاتی رو برای مواطنین آمریکا و اینهایی که برای زیارت بیان انجام بده جلسه بین مؤسساتش یک سری از مؤسسات شیعه و چند تا از مسئولین کاروان ها و مسئول وزارت مسئول سفارت آمریکا در بغداد و مسئولین فرودگاه ها در اینجا بود و یک سری مشخصات یک سری کارهایی رو انجام دادیم که بتونن تحصیلاتی رو قائل بشن برای زوار اربعین هم از فرودگاه های اینجا که چطور باهاشون برخورد بکنن و هم از اون طرف که در بغداد یا در امریکا در عراق اگر زوار اربعین مشکلی برشون پیش اومد چه کارهایی رو میتونن انجام بدن چجوری میتونن ارتباط برقرار کنن با سفارتشون به خاطر اینکه مواطن امریکا هستن و از این تحصیلات برخوردار بشن این رو هم میدونیم که یک مقدار زیارت اربعین دشواری های خودش داره برای مسئولین و برای اشخاصی که اونجا هستن اما همین که ما بتونیم این در رو، راه رو باز بکنیم و اینکه تحصیلات رو برای اونها یواش یواش انجام بدیم آماده بکنیم برای ما خیلی مهم بود جلسه جلسه خیلی موفقی بود و امید داریم که بتونیم همین جلسه رو در کشورهای مختلف با مسئولین کشورهای مختلف داشته باشیم که اونها هم تحصیلاتی رو برای زبار اربعین انجام بدن قرار بدن به خاطر اینکه این مردمی که از اونجا میرن مواطنین اون کشورها هستن و دولت موظف هست که سعی بکنه که مواطنینش در کشورهای مختلف راحت رفت آمد داشته باشن و به عنوان یک شیعه و به عنوان یک مواطن آمریکایی برای ما مهمه که بتونیم از این تحصیلات استفاده بکنیم و دولت هم این راه رو برای ما باز کرده که تحصیلات رو برای ما انجام بده مثل همه ادیان دیگه و مثل همه گروه های دیگه که سفر میکنن به مناطق مقدس خودشون شیعه هم همین راه رو همین تحصیلات رو باید داشته باشه و به همدلله این راهی بود برای ما باز شد که الان بتونیم این تحصیلات رو برای شیعیان آمریکا و مقیم آمریکا انجام بدیم و راه رو باز بکنیم که این تسهیلات برای اون هم انجام بشه و انشاالله زیارتی پر از خاطره و پر از موفقیت داشته باشن و در فرودگاه های اینجا هیچ مشکلی نداشته باشن چه از رفت چه از آمد و در اگر خدایی نکرده خدایی نکرده اتفاقی اونجا در عراق براشون میفته کاری رو میتونن سفارت آمریکا میتونه انجام بده یا مؤسسات میتونه انجام بدن که خدمت بهشون بکنن این کار هم انجام بشه